ای دامنت دانشگه زهرا خدیجه. کم مقامی نداره این بانو، کم مقامی نداره. شأن و منزلتش آنقدر بود که پیغمبر فرمود اگر اسلام زنده بود و زنده ماند، یکی به مال و ثروت خدیجه بود و یکی هم به شمشیر علی. ای دامنت دانشگه زهرا خدیجه، وی همدم تنهایی طه خدیجه. نوشیده آب از چشمه تا زمزم. دل بده دل بده. نوشیده آب از چشمه تا زمزم، وی باغبان شاخه طوبا خدیجه. احمد نمودی، هستی فدای هستیت بادا خدیجه. عرض داشت یا رسول الله چرا اینقدر این خانمو دوست داری؟ فرمودن موقعی که همه منو را کردن یه نفر منو تنها نداشت، اونم خدیجه بود. خیلی حرفه ها، همه بذارن برن، همه از دورت برن، بگن آقا با فلانی نگردید، براتون ضرر داره با فلانی باشید، اما ولت نکنه کسی، آن جا خالی نکنه. فرمود موقعی که همه از دور من رفتن، همه مردم از من فرار میکردن، اما خدیجه از من نگذشت، منو یاری کرد. آموختی درس وفاداری به عالم، ارث از تو دارد زینب کبرا خدیجه. روزی که دندان پیامبر را شکستم، افروختی چون لاله زهرا خدیجه. آماده اید روزم رو بخونم، وقت رو نگیرم بر سروران اطمان، ایشالله دعوتمون کنن برید مدینه، ایشالله دعوتمون کنن سفر حج برید. آی روزی که زهرا پشت در فریاد میزد سیدو بودی کجا در ذکر با ویلا خدیجه. روزی که زهرای سیدان منو ببخشد بن زهرا امام زمان، امشب صاحب مجلس و جتر الحسنه تو مجلس مادر اومده. روزی که زهرایت به کوچه خورده سیلی، ای کاش بودی یاورش آنجا خدیجه. لا اله الا الله، بدن و پیغمبر تشی کرده داخل قلب گذاشته، آینه ای که مادر از دست دادی دیدن فاطمه داره ناله میزنه. فیض ببرنم یه مادرهای که ما رو با محبت فاطمه بزرگ کردن، روح همه یه پدرهایی که ما رو با عشق زهرا بزرگ کردن از این مجلس شاز بشن. آی صدا زد بابا من مادر میخوام، دلم برا مادرم خدیجه تنگ شده. سیدا مادر
روزمو تموم کنم خیلی وقت رو نگیرم. اینجا پیغمبر بدن خدیجه رو داخل قبر گذاشت، فاطمه نگاه میکرد، اما یه روزی هم مدینه دیدن علی بدن فاطمه رو تعبیر پیغمبر داد. زینب داره نگاه میکنه بدن مادر رو داد دستای پیغمبر. یا علی بودا نبودم را بده، یا علی یا سکبودم را بده. بدن رو تعبیر پیغمبر داد امیر المؤمنین. میدونی چی گفت سیدا؟ صدا زد یا محمد این امانت را بگیر، روی میلی خست جانت را بگیر، کن پذیرایی که زهرا خزده از اخشم سار پهلو نجمش گزده. ای جانم جانم، بدن رو تحویل داد. سید آماده اینی تیکی روزه ای منو بشنوید. عاشقای فاطمه هایی که دلتون برای مدینه تنگ شد آماده این بشنوید. بدن رو تحویل داد، سنگ قبر رو گذاشت، امیر المومنین اومد کنار، زینب خودش رو قبر مادر انداخت. اما داخل قبر یک سوال جوابی بین پیغمبر و فاطمه شد. بخونم و دعات کردم. صدا دادم دخترم فاطمه جان، خوش آمدی جای تو در دنیا نبود، بی وجود تو صفا در گلشن عقبا نبود. گفت بابا جان بابا مارا برگرد خدا کردم تلم، بی وجود تو جات خون جگر در دیده زهران نبود. آماده این دوست رید تو بشنبی اونایی که عزیز از دست دادید، اونایی که مادراتون زیر خربارا خواهید. گفتن بابا دخترم روزی که من دست علی دادم سرام، شب عروسی فاطمه جان یادم نمیره. دخترم دخترم روزی که من دست علی دادم سرام، جای پنج انگشت سیری بر رخت پیدا نبود بابا. قربونت برم، چرا صورتت کبود فاطمه جان؟ این پنج انگشت که رو صورتت، قربونت برم. بابا بابا یا رسول الله، جان بابا نقش این سیری گواهی میدهد، هیچ کس مثل من و مثل علی تنها نبود بابا. یا امیر المومنین منو ببخشید، امام زمان منو ببخشید. دارم میگم اینا صدا ندن فاطمه جانم دخترم، روزی که بر ماه رو خسی میزدن هرچه میپرسم بگو آیا علی آنجا نبود بابا. مگه علی اونجا نبود جلوشونو بگیره؟ سادات آماده هم بگم. صدا زد بابا جان بابا بود، جان بابا بود، اما دزایش بسته بود بابا. چاره اینجور سفت آنجا بین دشمنها نداشت. سؤال آخر و جواب فاطمه رو بریم کربلا. صدا زدم فاطمه جان دخترم، دخترم آیا حسینم دین مادر را زدم. هرچه می پرسم بگو فاطمه جان آیا حسینم دین مادر را زدن. شاهد این قصه آیا بود زینب یا نبود بابا. فاطمه جان بگو ببینم حسینم دین مادرش را دارم می زدن، زینب هم دین دارم مادر را می زدن یا نه. صدا زد یا رسول الله جان بابا لرزه بر اقدامشان افتاد. اینجا زینب و حسین دیدن دارن مادر رو میزنن، آی سید و آی کربلا بیا. اما آی کربلا نبدا، کربلا دیدن زینب مادر
صدا